فقط قلفش مونده بس تمام دیگه کل کارش خلاص شده از ما تمامش خلاص شده جا خبری به دوستان بگی نه یک چند دقیقه ما که اومدم طرف خود باز یک جای میگیم اول سلام علیکم کنیم امروز دوستا باز بعد از از بس خبر خوش است دیگه معجله کرده سلام علیکم یاد مونارا سی کیلو فقط یک بکس ماست دیگه بکس ها خود داخل اتاق پایین است سلام و صد سلام خدمت همه شما دوستا وطندارا در هر جای دنیا که هستین خوش و آرام کنار فامیلای عزیزتان باشین و کسایی که منتظر کیس بودن و کیس داشتن انشاءالله که کیس از اونا مثل ما آوری برامده باشه بازم سلام و گرم خدا تقدیم شما و تعالی میکنم سلام و گرم اگر ما کمک خوردیم کالای جاکت بشیم چون هوا پاکستان بسیار زیاد ابری است دیگه سلام و گرم خدا تقدیم شما عزیزان میکنیم خدا کنه هر جای باشین خوش آرام باشین بایک یاخ جور شده کلش مکمل از یک سر بایک های ما آماده است اما اونجا ما انجیره کدی خورما میبینم چقدر میزک مقبول تو آماده کدی من تا چای نخورم نمیدی خارج میرم نکنم بایک خیلی من گوشه میمونم بایک گوشه بون دوست عزیز اونجا یک دفعه بینیم باشه انجیر خرما انجیر پیش از رفتن میره بخوریم که در تهره کنم گنگسی هم پیش نبیه از این خاطر سعیز خال جان کاملا اولین بار ما شاید در تهره سفر کنیم بخیر دیگه چی هست ایره نوزجان کنیم باز بریم نوزجان کنیم باز میریم بخیر باید باز آماده است بایک خودت هم آماده است آماده است همه چیز دیگه خودت خواهی کمره رو بگی مدارش میتون سعیز البته درش دادی سعیز من چای پردم چای خود میندازی اما ما باید کمره رو صد بکنیم تا اردوگرک ما بشینیم اما تا امرای دوستان هم چیزای گفتنی داریم بخیر قصه کنیم زیاد از دوستان گفته بودن دیگه یکان کامنتی ها رو بخونیم برشان باز بریم بخیر جمع کاری بیا شما دیگه هوا موای بارانیز دمی هوای بارانی دیگه چای انجیر خورما دیگه مزه دار بسیار اگه هوای مزه دار از دوست عزیز بسیار اگه واقعا تو اگه هوایی که ما در ذهنیت داشتم که همیشه باید امیر خان اگه هوا شما بچه کجا میفت که بخ میشه تشویش نکن چه قدر اگه هوای خوش بسیار اگه هوای خوش درست است خیلی بیا که کمره رو ست کنیم درست است بشینیم و دیگه صحبت ها رو داشته باشیم بخیر سعی از خود مقصد کل بایک ها دیگه آماده است از ما هم مگیش دیگه هم یک بایک جور کنیم که مثلا هم میشه کای از خانما کای یک بایک میشه تا که شش هفت بایک نباشه خب سعی است کمره رو ست کنیم درست است کامرا ست شد باش کنم یک چای بزن بدون ازم اون چکیک های بسارم تو خور ترک از دوسته ایز دیگر همین چکیک ها البته پیلات آنست چکیک های بلند یا نبود که از ای سوار رو هم میشین خمی یک هم شکر از بختر از این غنیمت هست یه وقت بازم بدمانی هم اگه اوی مزدار هست خوش آدم نه باران که نباشه این باران آرام میکنه یا که مثلا باران که تمام میشه باز یک اواغه میره یکی نمو تو صاف پاک خوش آیم چون امو دود میباشه هر چی میباشه خاک میباشه کمال از یک سخوش هم تو میبره پایین از بین میبره نیم تو کاملا دقیقا بازو هوا دیگه خیلی خوش آیم بسته باش که بسم الله گفتم یه انجیره که شروع شما کنم انجیرک انجیر جان بخصوص انجیر تازه دمی اولیای کابل جان یا تمام ولایت های ما که داخل میشی دمی هر خانه یک درخت انجیر است از من بعض دوستا که اولی دارن مثلا خاله جانم ماما جانم وقتی که داخل میشی همین درخت انجیر است باز نیفهم کدام فصل است که انجیر پخته میشم باز تایم صبح بوره میچینن خاله جان اگه یاد باشه وقتی نورستان رفته بودیم وقت انجیر پخته شده باز دم تایم صبح میاوزن بله بله یاد تامه؟ آه صد صد دم تایم صبح باز میارن دیگه نفت جان میکنیم البته باز یه انجیر خوشک است واقعا زرقی شما تو خوشمزه است انجیر هم تازه که از درخت هم کندی مخورده بسیار مزه دار است بعض دوست هم خورده باشه شاید آن خودش هم بهتر تر میکنند خوشکش باز یک مزی خاص خدا داره خب بیاین از این قصه هم میگذاریم آیستا آیستا سر اصل موضوع میم دیگه از طرف دوستان ما نوشجان میکنم البته نوشجان دوست عزیز
بسیار زیاد امروز خوشحال هستیم. امروز خوشحالی ما به این است که آیسته ایسته نزدیک به نوروز میشه در کامل جان. سال نو، انشاءالله که یک سال پربرکت باشه. انشاءالله یک سال باشه که همه مردم ما و شما به خوشی و خوبی این سال آغاز کنن و یک سال خوب برشان باشه. امید ما همی هستم البته. و ایسای سا گفتیم که میانیم سر اصل موضوع بیشتر ما یک چند دقیقه کوتاه واره گفتیم که بایکای ما آماده است. راستی هم که بایکای ما از وقت که همیشه آماده هم آماده است. اما تو سرش بسته است، یکان دفعه کالا یا کار میشه از بنچ میگیریم، پس او کالا رو با امید از این میمونه که ما به خیر از اینجا میریم. میریم به کجا؟ به کجا؟ حالا میخواییم آیسته ایسته سر اصل موضوع بیم. ما در قدم اول میخواییم که کامنتار رو بخوانیم. بله کامنتار رو بخوانیم. البته ما کامنتار رو خواندیم زیاد شد از روز اول که آمدیم تا فعلا. نه چون برنامه نایی خواندیم دیگه بعد از او تقریبا زیاد وقت میشه که نخواندیم. در روز یا پانزده روز و دوستان میشه کامنت میتن باز میگن که حتما کامنت ما رو به خانش بگیرین. یک دوست ما کامنت داده بودن اسم مقبولشان فراموشم شده، گفته بود خاله جان فرشته جان حتما کامنت ما رو به خانش بگیرین. دیگه به او خاطر ما خواستیم که امروز دیگه کامنت های مقبول شما دوستا رو به خانش بگیریم. اما ما یک گلام از دوستا دارم، البته از تمام دوستانی هست بعضشان دیگه. باز ما همون کامنت خوانده و باز گلیم هم میکنم. گلمان یا هست دیگه. خب خیر، من به نظر میاد باید از دوستا گلال هم نداشته باشه. نه من از تمام دوستا بسیار زیاد خوشحال هستم واقعا. خداوند همیشه خیرشان بده. کسایی که با ما تماس میشن، کامنت میذارن، و همیشه ما تشویق میکنن در هر مرحله که هستیم دیگه. ما سپاسمندشان هستیم و تشکری خاص میکنیم. و از دوستایی که با ما کامنت های منفی میتره، بخصوص یک دوست ما اسمش فراموشم شده ولی من کامنتشان خواندم، باور کنیم که بسیار زیاد جگرخون شدم. ما خودم یک خانم هستم یا یک دختر خانم هستم، هیچ وقت بعدی یک خانم دیگر نمیخوایم. البته از طبقه خودم باشه یا غیر از طبقه خودم باشه، هیچ وقت از هیچ انسان نمیخوایم. ولی خانم ما را یک دای بد کرده بود دیگه، با خاطر خیلی دلم گرفت. من حتما کامنت شب خانش میگیرم. باز دیگه خیر از شب تشکریم باز میکنم. برو بحثی کنم تا اول میخواییم موضوعی ازی که خیلی از دوستان مطمئن هستم، البته گناهشون نیست، من امیال پیش از پیش میگه که ما مشکل اساسی را ما یادآور نشدیم به هر سی ازی. اونا فکر کرده بودن که ما کیس داریم. دوست تر این موضوع خواستیم که امی بجریان کنیم. من نفهم امی لحظه که ما امو بگفته اگر در ما اکشن یا امو تنز کوتاه باید بردان بودیم ترزم گفتن همیشه. خب ما گرفتیم سر بایی که گفتیم ما میریم بخیر کیس ما برام. در قدر اول همه همتان های ما که در ذهنیت شان نیسته که خاله جان و فرشته جان به پاکستان آمدن و کیس دارن و میخواییم بخیر حرکت کنن به طرف اروپا یا به طرف امریکا. ما میخوایم امیال بگم که یعنی چی گفته باید در ذهنیت دان امدانای عزیزم بیتی یک موضوع بگرده. البته ما هم گفتم که ما معلومت نمیدانم دوستایی که یعنی در کامنت ها ماندن کس، اما بعض از کامنت ها بودن که مثلا حالا که این مادر خود ایلو کرده، حالا که کس هم در دختر یک خارج این مادر خود ایلو کرد، دو تو ایلو کرد. زیاد از کامنت ها هست، حتی امدانای ما به ما زنگ زدن گفتن که آزرده بودن زنگ زدن که شما چرا تو یک کار کردیم وقتی که ما مشکل برشان گفتیم. کسایی که البته به تماس شدن پس البته پذیرفتن وقتی ما درک کردن قبول کردن. وایر خال جان مطمئن هستم اگر روزش بخیر برسن و دوستا از اینکه ما چرا به پاکستان آمدیم همه کشان آگاشن، مطمئن هستم همشان چی میشن پشیمان میشن و کسایی گفته بودن فامیل ایلا کردین و بعضی الفاظ خیلی زشت هم گفته بودن. خب باز هم گفتیم که درکشون میکنیم و سر این موضوع کیس هست همین برنامه ما و دمو جیلیان خواستیم که کمانتخانی هم داشته باشیم. از او خاطر
امی آقا ما امی کتا گفتیم که ما میریم به خارج، ما میریم یکم خاصا دن با دوستکای از این یعنی من یعنی میگه چطور باید باور کنیم که ما کیس داشته باشیم، کیس پس پر چی داشته باشیم، ما را کدام چیز شده بود، ما را یک از غرض گرفته بود، فرار کردیم، چی کردیم؟ اصلا تو یک موضوع نبوده، ما خالجان از امخانه که برامدیم آمدیم به طرف پاکستان حتما کنون دلیل داشتن دیگه بازشا را دوستا بزودی یا دیر زودی و خیر هم نگی آقا میشن اگر خواست خداوند متعال بود. البته اول شکر فرض خدا، شکر فرض خدا 99% مشکل ما بخیر حل شد، فقط 1% مونده، 1% مونده، من قدر خوش بیستم که نوروز شب و من نوروز در کابل باشم اگر خواست خدا، اگر خواست خدا انشاءالله. همون روز اول آمدیم، دوستا همیشه یادم باشن ما وقت که همیشه برنامه ما رو گرفتیم از روز اول تا امروز همیشه به حقیقت یک آزادی که برای نفتیم متوجه ازشن میبخشیم دوسته ایست. از روز اول که ما برنامه هایی که ثبت کردیم همیشه حقیقت بودن، از روز اول تا وقتی که ما به پاکستان همیشه کوشش کردیم که ما حقیقتگوی باشیم، همیشه برنامه های ما در عرصه اجتماعی بوده، برنامه های اجتماعی بوده، زندگی روزمره ما مثلا بوده که ما اونا رو همیشه باید رساندیم، و زیادتر کوشش ما به این بوده که فرهنگ خود، رسم و عنعنات خود زنده داشته باشیم، با تصویر بکشیم. من مطمئن هستم خیلی از مادرای ما، از پدرای ما خارج از کشور که هستن وقتی که اولادشان نزدیک به جوان شدن میرسه، نزدیک به یک سن بلوغیت خود پوره بکنه، زیادتر کوشش داره که از رسم و رسوم عنعنات افغانی خود و آگاه باشن و به مرقم باید کلام شن، چون در کشور هستن که محیطشان فرق میکنه، همه چیزشان فرق میکنه، مکمل فرق میکنه، خاصتاً زیادتر کش ما در عرصه برنامه ما که ما همیشه داشتیم میبوده که رسم رسوم علامات خواهد تصویر بکشیم که حتی مادرهای خواهرهای ما یا برادرهای ما و پدرهای ما به ما به تماس شدن گفتن که خاله جان من برنامه تا خاص هستم بخاطر از این تماشا میکنم که اولاده خود من میشانم میگن برنامه شان تماشا بکنین که از رسم و رسوم علامات شان فراموش شان بشه و ما همین کوشش هست. البته هم توی چیز هست موضوع اصلی بود که ما همیشه خدا نکرده که چیز ما دروغ نگفتیم، همیشه وقتی ما رو این طرف آمدیم گفتیم که ما یک مشکل داریم که چالا پس بخیر من به افغانستان ما باز برمیگردیم. حتی یک دوست ما شوخی کرده بود نه پامیم گفته بود شوخی نکرد که من در دهن سفارت ها می باشم که شما در کدام سفارت می این یعنی موضوعات یادآور شده بود. اون روز حتما می خواهیم که ما همتن ما کمون کمون داده اگر پیداش کنیم می خواهیم پس اینا به بگه که ما تا مورد مدت که آمدیم در کدام دار سفارت ما رو دیدن. البته وظیفهشان همی بوده که کسایی که در دار سفارت میره اونا راهنمایی میکنن یا در کدام جای کار میکنن، شاید از مو هموطن ما بوده باشد، باز اینا رو بر ما یادآور شد بگه که ما در کدام سفارت دکومنت نوشته که دوستان ما آگاه شد که ما خالد جان در دار کدام سفارت دیدیم. خب خالد جان این موبایل فکر کنم باز نشد، یوتیوب فکر کنم نایفون مشکلش چی بود، ما موبایل دیگر میارم در باز یا خود برو ما را دو سای چند پیام سمی کنم سجان نفت موبایل بگر بگرم حال فرشتاجان هم نیست، خیلی از دوستا نقد کرد فرشتاجان که خودت یک خانم بودی که ما گفت ببینیم که خودت خالد جان از مادرش جدا میکنی و بعضی از این موضوع کنم باش که قسم اول از یاد ما را با سر این موضوع هم چرا گرد میزنیم. موضوع ما این بود که ما گفتیم که هیچ یک مرد موضوعی که بوده ما در جریان ماندیم، اما بعضی از مشکلات میشه که ما متاسفانه نمیشه شریک شد، بعضی از مشکلات میشه که اما انشالله یه موضوعی که ما از خاطر جامدیم و پس بخیر باز به وطن برمیگردیم وقتش رسید انشالله حتماً با شما در جریان میمانیم حتماً حتماً. اما منظور ما این بود که ما که وقتی گفته بودیم که بخیر آمدیم پس میریم و این موضوع رو همراه شما شریک ساخته بودیم و موضوع از این که ما کیس داریم دوستای عزیز ما چی گفته به خارج از کشور بریم، ما چی گفته کیس داشته باشیم، ما کدام مشکل فرض خودم علا کابول هم بودیم وقتی که ثبت برنامه های ما میشد وقتی که ثبت میکردیم فرض خدا فرض خدا کدام مشکل بر ما پیش نامده بودم از خاطر
خیر از این موضوعات. البته دمی اول شروع گفتیم که ما دو سال البته بعضشون کمند مانده بودن که شما قطعا نمیگین. یعنی گفتیم امروز خواستیم که اول دلتان جمع بسازیم که از نگاه کیس چی گفته، یعنی ما کیس یعنی چی گفته، باید باور بکنیم که ما کیس داریم و با بکنیم چی گفته این دوستان. من از امی گلمند هستم، از امی جگرخون میشم که دوستا وقت برنامه ما رو دیدن یک جای بودیم. خب گفت فرشتادانی که ما به ایجا آمدیم، بعض وقتا یک تصمیم یک کس میگیره یک کار رو میکنه. خب ما این موضوع مشکلات رو گفتیم که روز بخیر برسن، اما بیاین از این موضوع کیس که دلتان جمع شد دوستایی دیست که براتان روز کنیم که ما کلان کیس نداریم. و همون دوست ما گفته بودن که دلان کلان سفارت، اما هم کلان بانه که مادر کلان سفارت رفتیم. ما همی یعنی خیلی دلم پر از بختور از این که چی گفته ما کیس داشته باشیم، چی گفته ما خارج از کشور کنیم. خدا کنه که دلتان از منظور از این که از کیس باشه، از این دلتان جمع باشه دوستای عزیز. باز خدا من پیشتر براتان گفتم که ما در کابلجان دور همه بسیار زیاد خوش بودیم، بسیار خوب مثلا با سبتای ما ادامه می دادیم. البته دوستای عزیز بیان اگه از این موضوع تیر میشیم، یکان کومنت ها اینا رو ما به خانش می گیریم و سایست جواب می دیم. فقط آزرده از این بودیم. البته ما دوستا را معلومات نمی دانیم، فقط همین که گفتیم نه چطور فکر باید بکنن که یا فامیل را کردن یا لگه بخاطر اروپا و بخاطر امریکا و بخاطر از اینا باید برن، تا که کسی یک مشکل نداشته باشه فکر نکنم که از یک جای به دیگه جای ما درک میکنیم. اما ما فضل خدا کدام مشکلی از اون نگاه نداریم که ما بخیزیم و به کدام کشور دوردار مثلا مسافر کنیم. فقط جا آمدیم چند وقتی گفتیم مثل مشکل ما رفع شد، ما هم نیام زیاد خوش هستیم به نمیدون کسیم که بخیر ما پس برم به کابل. دقیقا آنقدر خوش هستیم من پس بخیر برم باید به کابل. اگر رضای خدا بود همین نوروز ما اوجه باشیم کنار و فامیل همین دور از کلش یک طرف، همین آغوش مادر که یک دفعه با آغوش بگیریمش که همیش دیگه طرف. بله دقیقا میشه فرشته جان کمنتار بخونی فقط منظور از کیس اصلا به ذهنیت تانم نبیای، اصلا به فکر تانم نبیای که ما بریم کیس بندازیم. از این موضوع شما از ذهنیت تانم این موضوع رو بکشیم، دیگه دعا بکنه که تا دو روز دیگر ما بتانیم بریم به خیلی بطرف روز هم آجام اگر خواست خدا باشم. ولی اطمینان دادن نمیتونیم که از من ما تا دو روز دیگه میریم باز دوستان اگه اولا شما گفتین چرا نرفتین. فقط مشکل ماست به خیر، اگر تا دو روز رفت شد باز میریم به خیر انشالله. اگر خواست خداوند خواست. کامنت اول از برنامه ایره میخوانم که اولین تماس تلفنی مو با مادر جان شد. دیگه شفی کلکانی گفتن طرفداران زینب جان دستا بالا. خوبان زینب جان هم شما که قدر پشت زخ شدیم پشت همه گیشان نما زیادتر یعنی واقع دوستا بطنیم پشت مادر ما زینب جان. هر کس جای خود داره، اما زینب جان بخاطر از این که طفل هست که مره وقتی که چشمش باز شد و سنش یک ساله بود یا دو ساله بود که بلا جان فعل کرد، فقط به امید از این که مثل یک پدر وارد پشتش بودم و پیش می رفتیم. همین رقم زندگی رو میانم زنگ می زنه دوستا یه چیز می خواهیم به واقع برتان بودم که هر بار که زنگ زده زینب جان قار بودم کردیم مگی جان که این صبح از خاطره باز دل آمده گینه مطا بلفتی همین مطا می شد دیگه نهرم نزدیک شدیم. بخیر به این که توکل به خدا، اگر رضای خدا بود ما نوروز اوجه باشیم پشت بچه خاله جان چه خطق شدیم، پشت خالتا بسیم جان، پشت سریا جان. زیاد خوش هستم واقعا دوست عزیز. دیگه ببینیم چی میشه ادامه بده فرشته جان که میخوانی. بهار جان گفته میشه خوش آرام باشین مادر جان شیرین تا خداوند حفظ کنن، وقتی میبینم شان باید مادرک عزیز خود بیفتم انشاءالله به هر نیت کردین به خیر برآورده شد و یک جان شوید. الهی امید خواهر عزیزم بهار جان قند الهی امید. دیگه محسا سادات گفته انشاءالله به هر نیت کردین به مقصد و به آرزویتان برسید. مرزی محمد گفتن خالد جان هر چیز در دنیا بخواهی پیدا میشن ولی مادر هرگز نیتازنده است، خدمت مادر تکو خوش باشی. بچه شما تشکر از کمونتان، معدمی کمونتان افتخار میکنم سلامت باشیم. ادمن ادمن انشاءالله ما شما هستیم نمیره خند برنامه ادامه داره با فامیل انشاءالله جای ما زیاد خوش هستم که بخیر برنامه فامیل ما دوباره پس ایجای شنو میشن. دقیقا و
گپ بسیار نیک است. ایمال حکیمی گفته فامیل دوستانی هستین، همیشه خوش آرام باشین، به خاطر هر کار خالد جان و فرشته جان رفتن به خیر کارشان شود، تمام مسافران را خداوند دوباره به وطن برگرداند. بسیار جد تشکر برادر عزیز ما ایمال جان، انشاءالله. پلوشه گفته، پلوشه جان گفته بسیار گریه کردم، دلم به مادر جان و زینب جان زیاد سوخت. ای کاش پدر زینب جان زنده این بود، طفلک مصوم خداوند به مادر جان عمر طولانی نصیب کند. الهی آمین. و تمام رفتگان ما را علی پدر جان و پدر جان خودم خداوند در رحمتشان کنم و بهشت و برین جایشان باشن. یاسین گفته دقیقا دوری از اولاد بسیار مشکل است، قربان دل مادر جانم و پدر جانم شوم که هم اولادهایشان دور هستند. دوستهای عزیز یک رای دست جمعی کنید که هم اولادها با مادر و پدر جانشان برسند. آمین یا رب العالمین. الهی آمین. بسیار گپ اینه که اشاره کردن، هم ما شما دعا میکنیم، ما فرشته جانم هم یاله دعا میکنیم که انشاءالله همه اولادهای خدا. ما امروز مسافر شدیم، یک ما یک ما 15 روز مسافر هم گفتن همیشه میکنند دور هم نامدیم، پس در منترشته پس رفتان میتونیم، خیلی سخت است. اما مادرهایی که دور از اولادشان هستند، اولادشان نزدیکشان بخیر برسند، خداوند هم آغوش کرم مادر دوباره نصیبشان بگرد. الهی آمین. از مادر مادر همشان پس رو بلای جاشن. الهی آمین. الهی آمین. مریم جان گفتن واقعا پسر عالی و مادر مهربان، خداوند همیشه خوش نگاهتان کنند. الهی آمین. مریم جان بسیار زیاد تشکر. خدا جان گفته خاله جان و خوشته جان بخیر برین کابل، برنامه های فامیلیتون بسیار عالی، پشت همیتون دقال دیم. خدا جان قند بسیار زیاد تشکر انشاءالله. داریوش برادر عزیز ما گفته ما 30 سال میشد که در اروپا زندگی میکنیم، باور کنید همه زیبایی هایش به نظر ساختگی و مصنوعی میاید، بعضی اوقات اشک میریزد. کاملا نمی گپ خالد جان امروزه که میشینم میگم اگر هر قدر پاکستان اسلام‌آباد زیبایی خاص خود داشته باشن، ولی به من همگیش مسئله ما میشه و ساختگی ما میشه. هر طرف میرفتیم دوستا، یعنی جای تفریح میرفتیم، اول خود بدون شوخی برتان بگم که وقتی جای تفریح میرفتیم اگر یک نان خوبتر رو میخوردیم در جان ما نمیگرفت، چون میگفتم فامیل ما در افغانستان هست، از زینب جان اینا چیزی که من میخورم باید اونان هم در دسترخان هایی که من میباشم باید اونا را میبودم. یعنی بسیار به سختی از بیرون پایین میامد بیره مردان ساعت فیصد گپایت من میزنم. دوستایی که مسافر شدن یا حالت که ما فرشته جان همیزه تکرار کردیم و بر ما تیز شد، خودشان هم شاید درک بکنن این موضوع. باز کنم که میرفتیم همه چیز مصنعی ما داشت کنم، دوستا گفتم باز خانه گفتن که 30 سال میشه که ما در اروپا زندگی میکنه، اما همه چیز مصنوعی هست، ساختگی هست. حتی بعض از دوستا به ما زنگ زدن که گفتم که خاله جان اگر خواست خود باشه به این طرف کوشش نکی طرف بیایی، اینجا جایی نیست که زندگی باشه. میگه من تک تنها زندگی میکنم، بسیار به من سخت میگذره. خب ما برشان یادآور به ایشونیم که گفتان دقیق هست، اما هر کسی به یک مشکل میداشته باشه، یک کار میداشته باشه، من میفهمم که خیلی از امتارهای ما خدا میدن از خودم دوران اونجا هستن، خوش آرام باشن، عادت کردن، دور از وطن هستن، دلتنگ وطن هستن. ما انشاءالله کوشش به این میکنیم که بخیر نوروز پس کابل جان باشیم و پس همه تو برنامه دل شما شاد بسازیم دیگه. خواست ما همی هست و در مجموع سر گرد و مصنوی هست، واقعا دیگه بتانه من قبول میکنم، تجربه هم کردم دیگه. دعا کنیم بخیر که پس در بریم و پس برنامه دلتان شاد بسازیم با برنامه فامیلی. دقیقا. بلوشه جان گفته فرشته جان قند هیچ تشویش نکن، خداوند به تمام آرزوهایت برسانید. خوارک نازنینم چقدر مهربان هستی، امروی مادر جان چقدر به مهربانی حرف میزنی، بسیار یک خانم مهربان دوست داشتنی هستی. بلوشه جان نازنین یک دنیا سپاسگزار هستم، بسیار زیاد تشکر. مادر جان خودشان مهربان هستن، یکم ما هم تمرویشان مهربانی میکنم و یه حسن نظر خود تمچنان است. قربانت عزیزم تشکر باشی، تشکر زنده باشی، تشکر باشی گفتم. رحیمی گفته رحیمی توبا از خداوند میخوام که هر چیز زودتر دوباره کنار هم قرار بگیرید. توم با سلامتی و خوشی 25 سال مسافر هستم، با هر کلمه شما عشق ریختم. با مادر جان گو که نگوید جگرگوشیم نیست، شکر است خداوند کم نکنید،
خالد جان، خالد جان را دعا کن. میدانم سخت است، چاره نیست. این روز آمده سر ما مردم که از زیان ما دور شدیم. الله پشت و پناهشان باشد، بخیر به مقصد که میخوان برسند، تا شما هم در کنارشان آرام باشید. الهی آمین. ما دعای خدا پیشتر کردیم که هم ما همه کسایی که دور از مادر و پدر هستند پس ایجاشن، مادرهایی که دور از اولاد هستند پس ایجاشن. دیگر تشکر میکنیم از هموطن ما کمک مادر. موجیبه جان همیشه کمنت میتن، بسیار زیاد تشکر. محجوبه جان محجوبه هستن یا موجیبه؟ محجوبه جان خند، بسیار زیاد تشکر. همیشه در هر برنامه ما کمنت میتن و من کمنت های زیبایشان همیشه میخوانم. دیگر من از بسیار قبلا شاید 3 سال پیش حتی بشنن سن محجوبه جان سایل صدای ما رو بشنن. دختر خند و نازنین است، نیفا مرسی کرد از دواج کرد نکرد، ولی به هر حال یک خانم، یک دختر خانم خیلی خند و نازنین است. گفته واقعیت پشتتان دو خورده بودم، مادر جان، سازیه جان، باسد جان و زینت جان قن، شکر که جور و صحت مند هستیم. بسیار زیاد تشکر محجوبه جان. دیگر فوزیه جان گفته خالد جان، خالد جان از دل فرشته جان آمدی، فرشته جان هم بسته فامیل رو رها کرد و پیش خودت آمد. لطفا پسران قدر خانم هایتان را زیاد بکنید، همیشه محبت بدهید تا احساس دوری و تنهایی نه. خواهر عزیز ما فوزیه جان شرزا خواهر عزیزم، خواهر گرامی، وقتی که ما نامزاد بودیم نزدیک ازدواج شد، ما دوستا شاید هستم که در برنامه یادآور شدیم که واقعا چقدر سخت است که یک دختر خانم مثلا در خانه کلام میشه و چقدر زحمت مادر پدر سرش میکشد وقت آخر هم ازدواج میکنه. اما این چیزی هست که سر مجموع سر همه گی هست، سر همه گی هست در طبیعت هم یک چیز که باید بپذیر و از دل فرشته جان آمدیم. بلی ها وقت مدام برنامه یاد کردیم همیشه از این موضوع که فرشته جان، همیشه برش گفته بودم که فرشته جان هران وقت که خود ازدواج مثلا کردیم بخیر، هران وقت خواسته باشی ما هم بود اقا خانه مالا جان من میبرم تا دید و بادی باز ما شما کدام جای دور نمیدیم. اینجا که آمدیم هم فرشته جان بسیار پشت مادر جان دخشت همه دخشت شدیم، سیاد پشت مادر جان هم پشت خیاش نجان همشان پشت کل اگی دخشت شدیم. یک شوخی باید کنم دوستای عزیز پشت سگ دان و کلچه ما دخشت شدیم. البته آدم خیلی زیاد دخ میاره، باز بخصوص مادر جان ما واقعا یک خانم خیلی شجاع، یک خانم خیلی مهربان. دیگر که ما واقعا بیخی پشت از امو دست پختش دخ شدیم وقتی که روزای جمعه می بود مکتب هم می رفت و مصروفیتاش بسیار زیاد بود، چون هم یک خانم خانه است و هم مرد خانه ماست. با او خاطر باز این روز جمعه که میشه می فهمید که مکل معاشکور و منتخور و بولانیخور دیگر هم یوستانه رو خیلی زیاد دوست داشتیم. باز امرای خودتی نمی قدر یک گندنه می آورد دیگر می گفت که آشق می کنیم و بعض وقت که خالد جانم می گفت که می آییم خانه تان، باز می گفت باش که به خالد جان یک یوستانه بخته کن و خیلی پشت از این یوستانه هایش دق شدیم. راست گفتی همه تا ما همچنان و حساب شجاع گفتی همه مادرای عزیز، خواهرای عزیز که چی در عظیمی بود افغانستان هستن کلشان شجاع هستن، واقعا قهرمان شجاع و خداوند یک شجاعت خاص به خانمای افغان داده. و یک موضوع دیگر رو میخوایم در جریان بانم که من دعا میکنم که هرچی سوتر گفتم که نوروز اگر من بتانم که بخیر بریم به طرف کابل بخیر بتانیم. امروز ما بعض برنامه رو میبینیم که ما وقتی جامدیم پل سوخته جور شد، این قد دل ما رنگ می بود که موج می بیدم بگفتی هم وطنی بایم یک پخسگل شمام بزنم. آه یک پخسگل شمام بزنیم که از اونجا یک آباتی یک دست نشانده خودمان که یک در بیونیم یا علاقل بایم به وطن خود با دست یک خدمت می کنیم. کاملا با دل رزی که ما برنامه می سادیم از رسم رسوم انماد ما بتانیم که همونجا مسئله وطنی یک پخسگل شما خواهم آلم که من تصمیمات دارم انشاءالله بخیر بریم. کشنات خدا میکنیم که هرچی از سوان ما برخیزه که شما هم در پشت ما باشین و ما هم همه تا قدرتمندتر و نیرومندتر باشیم و بتانیم که وطن خدا آباد بکنیم. هر چیزی که سوان ما شود یک خدمت شود کوچک ولو که یک دیوال کوچک باشه که با دردان خشت جور شود دیگه یک جای باشیم بهتر باشه. کاملا دقیقا زلیخا جان گفتن جان قربان عشقای مادر جان قند.
دوری اولاد خیلی سخت است، انشالله دوباره یک جای شوید خالد جان. نام خدا خودت بسیار بچی پر تلاش است، انشالله بخیر و مقصد و منزل میرسی انشالله. تا که جان در تن است جان بکن است. از روزی که دست چپ راست خواهم ناشناخته من در کار و وظیفه جنجالای روزمره زندگی بودیم تا امیال هستم. با زمین مطلع که وقت پیدا کردم یکی برام گفت تا جان در تن از جان بکن است همی گفت است پشت از روش نمیگردیم که ما روز کار کردیم یا فرد میلینا جان گفتن میلیناس خالد جان بله گفته ای جان خالد بیادر چطو خدا محکم گرفتن که گریه نکمد ولی از چهرش مشخص. میلینا جان عزیز سلامت باشین، زنده باشین. واقع دیگر اما تو که مادر در قبول یک اولاد احساس که داره، اما تو تمام که اگر اولادم احساس داره در مقابل والدین خود که اما لحظه که مادر عشق میریخت من زیاد واقع خود کنترول کردم. خب دیگر بازم تشکر از کمانتتان، از درکتان، از احساستان سلامت باشین. بله برکت الله حسنی گفتن فرشته جان بسیار زیاد میبخشید. من همین لحظه تا حال دو پیاله چای میخورم، خورما انجیرم، من اینا رو میخوانم خود نوش جان کو که من خواهم. برکت الله جان حسنی گفته زیاد زیاد خوشحال شدم مولا جان، باز جان را، سر جان را، زینه جان را دیدم. تشکر فرشته جان، خاله جان، سپاس از شما. من اینا رو یکم کمنتار را احساس بسرعت میخوانم که من دیگه موضوعاتم که هست انشاءالله در جیران عبرش میدم. فرشته جان همون گفته زینه جان قندول همیشه خوش خندان باشی همراه مادر جان عزیز، عباس جان و سریه جان. زلا نعمت گفته تشکر بسیار از برنامه عالیتان، مادر جان که گریان کرد من هم گریان کردم. بسیار واقعا مسافری سخت است که هم 10 سال میشه که فامیل خدا ندیدیم، برای من هم دعا کنید که قبلا ما دعا کنیم انشاءالله بچه شد. خدیجه جان گفته خاله جان با فامیل محترم تا موفق باشین ولی اشکایم را جاری ساختی، من آلمان آمدم، مادر جانم فوت کرد، دعا شاد یادش گرامی. خدا هم محفظ کنه همه مادرای عزیز، همه رفتگان الهی آمین. نورس انوری گفته وای مادرش زار زار گریه میکنند، از ما بود، از تو شد، عقبته که دارو شد. چی یک مطلع گفته؟ بیچاره مادر گریه دارد، مگر خالد جان چقدر سنگدل است، مادر را رها کرده، اگر کیس انداخته به خاطر خارج رفتن باید مادر جان و فامیل خود را با خود می آورد. حیف همو زینت طفلک گریه می کند. مردم ما چقدر ساده شدن، فقط به خاطر خارج رفتن رشته ها را رها می کند. در این شرایط خواهر مادر را رها کرد، با زن خود فرار کرد. این همی دوستان همی کمنت بود، هم بسیار دل گرده کلام می خواهد باز توبه از قصه ای که با مادر خود می کرد. معلوم می شد که از روز که آمده با مادر درست صحبت نکرده. خب بسیار زیاد اول خب بسیار زیاد معذرت میخوام که من از مزی خواهر ما را گرفتم. بسیار زیاد میبخشین بختر که خوب البته ما اخلاق از اینکه در تصویر باشیم اجاب نمیکرد که ما اسمشان بگیریم، اما مشخص چون چند تا کمنت هست من مشخص و این کمنت که این دوستا رسید من میخوام براتون بگم که من در اول امو موضوعی که ایسی گفتم و بیشتر کمنت که میلینا جان داده بود بسیار همخوانی داره جوابش البته به نواز جان عزیز که گفته بودند که وقت با مادر گپ میزد بدون احساس بود که اون را میلینا جان کمانده که مانده بودند خدا کنم درک کرده باشن. نواز انوری افتاجی معلوم میشه خالو جان وقت پاکستان آمد دیگه هم باید از اونها قط برید کرد اصلا هیچ گپ نزدن. نه منظور شانه تو نبوده، منظور شانی بوده که یعنی مادرش گریه میکرد خودش هیچ احساس نداشته اینکه دور شده و باید فامیل گرفته میبود. ما اگر ضرورت میبود من فامیل میبودیم، اما ضرورت نبود چون ما پس شما میفهمید که یک کس چقدر زحمت میکشه در یک خانه سرپای خود ساخت میشه، باز بگیره خود مسافر بسازه و کل چیز از بین ببره و بپای بسر به جای کنه، مثل که ما همیال ما فرشتجان داریش بسر بپای است کاملا. این کار هیچ کس نمیکنه دوست عزیز، بجای نباشین هر هم کس باشه. با اون مشکل هایی که مشکل نبود که ما باید فامیل آنم باید گرفته می آوردیم، مشکل نوازان هم سر فضل خودم شده که نفس دیگه شد و دای شما دوست داشت شده پس نواز جان انوری امی که برنامه ما رو میبینی کمند ماندی تشکر میکنیم، اگر از عرفان خدا نکرد ما هم گفتم شما رو درک میکنیم که وقت ما جانو بستن مشکل جانو نیست بستن. خدای نکرد ما تک منظور نیست، ما فقط یه جواب است که ما هم وقت هم میگیم بخیر ما تیسیز کمنتار رو میخونیم که با دقایق آخر برنامه میرسیم. بله وقت دوستارم زایی نکنیم، یک 2 دقیقه آخرم با دوستا میمانیم که علاقه هم صحبت چیم بعض موضوع دیگر هم بخیر در جریان بانیم. خیلی جان چی کنیم از این کمنتار بعضی شد بخونیم باز بریم به کمنت
درست است. چرا نه؟ نه. اینه. رسیدم سر ای که خانه نوه. خانه جدید ما در پاکستان. اتاق جدید ما در پاکستان. دیگه باز اینجا دیگه کامنت های بسیار جالب و گرفتیم و خیلی زیاد هم. دمی اول یک کامنت هست که من خودم پن کرده بودم به نام زو ولاگز گفته بود که من گفته بود چرا دلیل آمدن تان را نمیگن و بعض از دوستان وقت خانه گرفتن زیادتر در اینجا گفته بودن که خیصت شد یا اینجا ماندنی شدن یا این موضوع می رفتن. دوستان عزیز من براتون واقعتا میگم بیشتر یک موضوع یاد داشتم گفتم کسی که طرف همه آدم چقدر زحمت میکشه که میخواد دواتن خود یک کس سرپای شد یا وزیج به یک دفعه به پای به جای نشد ایجا هم کس مصرف داره قیمتی هست بعض از دوستایی که مطمئن هستم در پاکستان زندگی کردن اول از دوستایشان اینجا باش اول بگیرن زیاد قیمتی هست بسیار زیاد قیمتی هست. ما خواستیم که یک جایی باشیم در چند وقتی که می باشیم ما اول خود در یک جایی رفتیم که تقریبا شب 2000 کلدار میدیم دیدیم که ما واسه تمام اونجا نمیرسن قیمت تر هستن. ما فکر کردیم شاید به یک هفته یا دو هفته بار شاید باز باز بیم اما دیدیم که ما دو تال میخوریم بخاطر مشکلات ما بس ما اومدیم یک اتاق گرفتیم تا وقتی که چی شد بله این مانه یک مانه قرار هم اصلا گرفت و رقم با ما بسیار زیاد خوب میشه اقتصادی تر خوبتر میمده باز نمیشد که ما در افغانستان هم کرای خانه رو پرداخت کنیم اینجا دیگه بسیار کرای گذافتیم به اون خاطر یک اتاقت مناسب تر گرفتیم تا اقتصادی تر با ما کنیم اینجا در ما 16000 کلدار کرا میتیم دو سایی جزیم 16000 کلدار صدف جان گفته چرا باید همیشه بپرسیم چرا به کشور پاکستان سفر کرد حتما کدام چیزی بوده که نمیتونیم پسادگی در برنامه یادآوری کنند اما هیچ کس نمیخواهد بهترین جای و زندگی خود را رها کرده پناهنده شود بهتر از برشان دعا کنیم خداوند تمام هموطنان ما را در هر جا که هستم خوش آرام داشته باشد و خارج جان و فرشته جان هم خوش باشین انشالله هر مقصد داریم برسیم به گپ هر کس دلگیر نشوه تشکر بسازد خواهر عزیز صدف جان راستیام که خیلی عجب نیک یادآور شدن و البته همین موضوع هست که انشاءالله گفتن روز بخیر برسه ما از مخاطره که جامعه دادیم بر شما دارد میشیم اما همین موضوع کیس اینا هایی که مثلا در ذهنیت همه آمدان های ما بود همین رفت شد و شاید همین هم که ما این برنامه رو گفتیم شاید بگویم که وقت کامدین چرا همین موضوع رو در اول بر ما یادآور نشدیم در کمنت خانی اول یادآور نشدیم دوست عزیز البته در کمنت خانی اول خارج جان گفته بودیم ما دوباره به افغانستان میریم بخیر ولی وقت بله. شما رو نیست که چی وقت میریم یک موضوع کیسه گفتم که ما یادآور نشده بودیم بله. البته با مذهب که ما متوجه نشده بودیم اما وقت موضوع از این حساب کیسه بله. و دوم که ما گفته بودیم که پس دوباره به وطن برمیگردیم ما فکر میکردیم که حتما ما یک ده روز یا 15 روز در بر میگیره و بله. اما مشکل و کار ما تمام میشه و بخیر دوباره میریم ولی وقتی که اومدیم اما تو ماندیم دیگه یکی دیگه بخیر چی وقت میریم یا دروز که یا سال نو در اینجا هستیم یا در کابل جان هستیم انشاءالله که سال نو خواهد کابل جان بودیم مسعوده جان هوتکی گفته سلام خالد جان از فرشته جان always be happy سلامت باشین همچنان غلام صافی گفته خدا متعال تمام مشکلات ما و شما را حل نماید و روزهای خوش در پاکستان بزنید سلامت باشین آیدینز کچن یک اکانت هست گفته خالد جان و فرشته جان واقعا درکتان می نمایم مسافرت سخته سختی ها و دلتنگی های زیاد دارد وقتی انسان مسافر می شود قدر وطن رو بیشتر می دانیم انشاءالله که همه چیز به خیر بگذرد سلامت باشین مایک کالیفرنیا گفته happy life for you and your wife سلامت باشین زنده باشین همچنان خاتون افروز گفته سلام به شما زوج نازنین جور و سلامت و سرفراز باشین بیاری خداوند یعنی بیاری خداوند متعال روزای مسافری به زودی سپری میشد تشویش نکنید خود را قوی بگیرید در بنای خالق یکتا موفق باشید سلامت باشین خب به نظرم کمنت خانی همینقدر بس است چون که دوستان دلگیر نشه زیاد حرف زدیم خدا نکرم تو دلگیر نشه نه کدام کمنت دیگه هم خودت میخونی فرستا جانم به خانش بگی که باز از دوستا خدافیزی کنیم اینا را وقت میمانیم سر موضوع اخیری که ما گفتیم بخیر با خوبی نوروز بتونه که بریم چی میگن مادر جان به نظرم که سمنک هم همی انداخته گرده میشه که ما بریم سمنک بزی نوروز بخیمه و در مجموع کلش یک طرف
مهمی که ما گفتیم که رمضان هم بخیر دیگه، ما پر برکت رمضان بخیر، نه که ما وقت کجا بریم مال از کلش یک طرف، یک ما پر برکت رمضان بخیر کنه آمدن یست، یکی که گفتیم که ما بتانیم و شکل وطنیش که یک پخصگل در وطن خود بتانیم و خدمت بکنیم از در خدمت میتونیم و اونجا باز برنامه که در اینجا بودیم میبینیم که اینجا جور شده اینجا جور شده دقیقا. این وقت ها دیگه همی آباتی کشور وقتی که میبینیم، ما همچنان دیگه حال خون در یوتیوب هستیم میبینیم و گزارش های دوست های اکسپ میکنن میبینیم و وقتی که میگن اینی چارای ترمیم شد، این چارای ترمیم شد، اینجا ترمیم شد، واقعا من بسیار زیاد خوش میشم و دلم همه تو چی میشه میگم آجل برمو ببینم بخیر خوصا بخور سوخته همه تو دلکم چیسا میگم آجل کده که میگم ولین بار که افغانستان بخیر رسیدم و همراه همه فامیل میریم بخیر دم کل سوخته اگر امکانش بود میشد که یک برنامه کم اینجا صرف کنیم بخیر من انشاءالله و دوستان بود چیزی گفتنی اگر در خور داشته باشه فرشته جان مامی گفتنی بودم که فقط بخیر که کابل جان پس دوباره بخیر من میریم و دیگه همون تا قیب برگردیم شما همون تا قیب در پشت ما ساعت ما بتانیم از رسم و رسوم آنات خود از آبودی کشور خود به تصویر بکشیم یا پخصگل شکل زدیم یک جای پخصگل شکل زدیم چقدر خوب میشه و داخل برنامه دوستان کسایی که از کمنت که ما خواندیم کدام جواب ما اگر سر کدام تایشان بد خورده باشه ما معذرت میخواییم ما خاک پایش مو هستیم ما همیشه کوشش بایی داریم که البته شاید بعض از دوستا باز یک دفعه کمنت نگاهی که شما برنامه سر بگیم فایده میکنیم بله ما عاید میکنیم از امید ما همین چیره خریدیم که ما میخواییم وقتی ما انجیر میخریم این خوردیم پس تصویر گرفتیم و پس باشما نشان دادم بی زحمت راحت نیست راحت نیست ما هم زحمت خودم میکشیم از هر نگاهشه دیگه بازم خدا هم یار و مددگارتان باشه پشت جان خود اگر داخل کدام گفتنی داشته باشی داخل بازم دوستای زیاد کمنت های زیاد شان مونده روی بخشن اشالا بازم ببخشین دوستای عزیز دفتر اجای میخوانیم بخیر این از امی برنامه که نصفش خالد جان کمنت های دوستا را خوانده و کمنت های بدیش مونده کارو کمنت های بدی رو در برنامه بدی بخیر و خانش میگیریم دیگه اوقات خوش خدا می روانا که دوخ کلو من جای باشیم بخیر دیگه اوقات خوب خوش به همه دوستا میخواییم خوش آرام باشین دیگه انشاءالله صحت سلامتی دان همچنان چیزی که فرشته جان گفت صحت سلامتی دان میخواییم الله یارو مددگارتان